با ما همراه باشید با ایران آزادی. عربده های جنگ طلبانی امام جمعه های ریز و درشت خامنه ای، به دنبال ترور تحقیرآمیز اسماعیل هنیه در تهران، خامنه ای برای جلوگیری از ریزش و نومیدی بیشتر بسیجی ها و سرداران درمانده سپاه به امام جمعه های خود فرمان بسیج داد. امام جمعه های خامنه ای که به بلندگوهای هفتگی او شهره هستند، در این هفته همه بسیج شدند تا فرمان جنگ طلبی خامنه ای را به پیش ببرند. این امام جمعه ها که از طریق ستاد ائمه جمعه باید خط بیت خامنه ای را پیش ببرند، این هفته غالباً به سردادن فریادهای جنگ طلبانه پرداختند. در اینجا به عربده های ترسالود برخی از این امام جمعه ها نگاهی می اندازیم. آخوند علم الهدا امام جمعه مشهد. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا که مرکز انباشت نیروهای آمریکایی است، پادگان عین الاسد در عراق در تیررس ماه است. هفته‌ای که بر ما گذشت تلخ و شیرین، هفته‌ای بسیار حساس و قابل توجهی بود. جریان نابکارانه تجاوز به تمام ارضی کشور به وسیله دولت غاصب و متجاوز نامشروع اسرائیل با چراغ سبز آمریکا یک حرکت بسیار مورد توجهی بوده است که دلها و مغزهای جامعه انقلابی ما رو هم جریحه دار کرد. این خونخواهی هم که مقام معظم رهبری فرمودند، این خونخواهی تنها خونخواهی از اسرائیل نیست، ما از آمریکا باید خونخواهی کنیم. در این خون آمریکا هم شریکه با اسرائیل. اگر چراغ سبز آمریکا نبود، اسرائیل دست به این جنایت نمی‌زد. اگر اراده کنیم در کمتر از نصف روز ضربه هایی بر آمریکا می توانیم وارد کنیم که نه تنها یه تجاوز و یه ترور، بلکه صدها جنایت آمریکا رو ما جبران کنیم. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا که مرکز انباشت نیروهای آمریکایی است، پادگان عین الاسد است در عراق. این در تیررس ما است. پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در سواحل بحرین نزدیک جزایر ایرانه که اگر اینجا رو ما بخوایم بزنیم، دیگه از توان دریایی آمریکا در منطقه چیزی باقی نمیماند. بیانیه‌ای که رئیس جمهور در این حادثه دادن و گفتند جمهوری اسلامی ایران اشغالگران تروریست را از این اقدام بزدلانه سخت پشیمان خواهد کرد، و این موضعی که رئیس جمهور گرفت در این جریان موضع دولت رو در برابر جریان مقاومت کاملا شفاف کرد. مردم مقاوم انقلابی ما رو هم خوشنود و امیدوار ساخت. یعنی اینها همه تدبیر مقام معظم رهبری است. عاملی امام جمعه خامنه ای در اردبیل، سر مار در آمریکاست. آخوند عاملی امام جمعه خامنه ای در اردبیل، 12 مرداد 1403. نتیجه ترور هنیه برای اسرائیل یکی است، آن هم دومین وعده صادق در راه است. تا اسرائیل بداند که نتیجه اش برای اسرائیل چی می شود. او آمده عمق بیروت را زده است، ما هم باید عمق تلاویب را بزنیم. او آمده توی تهران، باید تلاویب را زد. دولت قطر از همپیمانان آمریکاست. چطور شد که در جاهای دیگر او را ترور نکردند، آمدند توی ایران ترور کردند؟ دو نظریه هست. یک نظریه این است که با دبی یا یک کشور بزرگ اسلامی در منطقه ما، میدانی کی را میگویم اسمش را نمیگویم، گفتن در مملکت ما ترور نکن، برو جای دیگر ترور کن، توی خاک ما نباشد. یک نظریه هم این است که ایران را انتخاب کردند تا ایران را گرفتار کنند، چون این کار اهانت بزرگی به ایران است، تا ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. همه اینها را زیر دست آمریکا میبینیم. سر مار در آمریکاست، مبادا سر کلاف را گم کنی. اون جنایتکار یعنی نتانیاهو که از آمریکا برگشت، این اتفاق افتاد. همش جنایت آمریکاست. جان 1000 نفر را گرفتن در غزه، این را شمشیر کشیدن بر علیه مسلمانان میدانیم که همش زیر سر آمریکاست. آمریکا صراحتاً با انسانها اعلام جنگ کرده است. به خدا قسم اگر قرار است که ایران بخواهد غیر نظامیان را بزند، به خدا قسم تمام تل آویو خالی می شود، تمام از بین می رفتند، همه از فرودگاه ها فرار می کردند. سومین مطلب این است که نقض تمامیت ارضی در ایران شده است. حاکمیت ملی نقض شده است. به همین خاطر این جنایت و اهانت به ایران.
و این اهانت به کشور مستقل مثل ایران زدوده نمی شود و از بین نمی رود. تمام جنایت هایی که اسرائیل در دنیا می کند، در تهران، در لبنان، در سوریه، در غزه، در یمن، در کرانه باختری، همه اینها به خاطر این است که شورای امنیت روحیش را از دست داده است. سازمان ملل فشل است، فشل. تو چجوری نقض ارضی سوریه می کنی، لبنان می کنی، ایران می کنی؟ اون هم شخصی که کارش مبارزه با اشغالگر بوده. منشور سازمان ملل این را تایید کرده، از خودش دفاع کردن است. سازمان ملل، منشور ملل متحد این را تایید کرده است. کدام مجرم؟ مجرم تو هستی. نه با این ترورها گروگانهایت آزاد می شود، نه مقاومت در یمن، در عراق، در سوریه، حزب الله دستشان کوتاه می شود. تو جرأت داری مقاومت را ترور کن؟ نمی توانی. هنیه را ترور می کنی، بیا مقاومت را ترور کن. اینها هیچ کدام قطع نمی شود. طوفان الاقصی با این ترورها نمی خوابد. غضب حزب الله هیچ وقت نمی خوابد. اسرائیل بداند که کابوس سراغش می آید، بداند که شهادت و ترور هنیه یک فایده دارد، فقط برای اسرائیل دوتا نیست. اون چیست؟ نتیجه ترور هنیه برای اسرائیل یکی از آن هم دومین وعده صادق در راه است. تا اسرائیل بداند که بداند نتیجه اش برای اسرائیل چه می شود؟